خواب جناب عالی را ریاست 76th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک میگویم. خانوم ها و آقایان، ایران سرزمین فرهنگ و تمدن است، سرزمین دانش و معنویت، سرزمین استقامت و استقلال. ملت ایران ملتی است خداپرست و میهندوست، هویت گرا و جهان نگر. ملت ما صدها سال برابر سلطه طلبان از حق خود برای تعیین سرنوشت و آزادی محافظت کرده و پیشروترین کشور در نظام سیاسی انتخابی در غرب آسیا بوده است. انقلاب اسلامی جهشی بزرگ برای تحقق آرمانهای ملی و اسلامی ملت ایران از جمله آزادی، استقلال و مردم سالاری دینی بوده است. من به عنوان منتخب ملت بزرگ ایران مفتخرم که به نمایندگی از آنها پیام عقلانیت، عدالت و آزادی را که سه اصل اساسی برای حیات انسان معاصرند به جهان برسانم. این سه اصل که وجه مشترک تمام ادیان ابراهیمی است، بدون معنویت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. آزادی و عدالت، این واژگان مقدس و مظلوم در مقام توصیف بسیار گسترده و فراخ و در مقام عمل بسیار سخت و با ظرافت است. آزادی به معنی حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان هاست. صلح و امنیت پایدار در گروه اجرای عدالت است و اساساً هدف از رسالت انبیاء الهی این بوده که انسان ها به مطالبه حق و عدالت برخیزند. دستیابی به عدالت و آزادی صرفاً از مسیر تأمین حقوق همه ملت‌ها محقق می‌شود و هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌افکند. خانم‌ها و آقایان، در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای امریکایی به پایین پرتاب شدند. از کپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه امریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری، بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است. امروز امریکا از عراق و افغانستان خارج نمی شود، بلکه اخراج می شود. با این حال هزینه این عدم بهره‌مندی از عقلانیت را ملت‌های مظلوم از فلسطین و سوریه تا یمن و افغانستان و از سوی دیگر مالیات دهندگان امریکایی می پردازند. امروز برای جهان مهم نیست که آیا امریکا اول است یا اینکه امریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی تر از قدرت ابرقدرت هاست. اشتباه امریکا در چند دهه گذشته این بوده: به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. راه غلط را نمی‌توان با روش متفاوت به نتیجه رساند. تحریم روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست. تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد، بلکه از سال 1951، یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت، آغاز گردید و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران شد توسط امریکایی ها و انگلیسی ها. تحریم، به خصوص تحریم دارو، در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. در قرآن کریم یکی از ویژگی های ظالمان نابودی طبیعت و نسل بشر معرفی می شود. جمهوری اسلامی
پیشنهاد میکند که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی، هر گونه تحریم یا اختلال در زنجیره تأمین آن ممنوع اعلام گردد. همچنین من به نیابت از ملت ایران و میلیون‌ها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به خصوص در اقلام بشردوستانه خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستم. جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه از ابتدا اهتمام به خرید و واردات واکسن از طرفهای معتبر بین المللی داشت، اما تحریم‌های دارویی مقابل ملت ایران قرار گرفت و لذا از همان ابتدا به فکر تأمین پایدار واکسن از طریق تولید داخلی قرار گرفتیم. ایران در کنار دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و ماهواره قطب پزشکی آسیاست و پزشکان و دانشمندان ایرانی مثل بوعلی سینا در تاریخ بشریت می‌درخشند. دانش مفید برای بشریت تحریم پذیر نیست. ما سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را که رادیو دارو برای بیش از 1,000,000 بیمار سرطانی در کشور می سازد تولید کردیم. در زیست فناوری و سلولهای بنیادین علیرغم تحریم پیشرفت‌های خیره کننده ای داشتیم. امروز ما هم علیرغم تحریم‌های ضد حقوق بشری به یکی از تولید کنندگان واکسن کرونا تبدیل شده ایم. همکاری کشورها در حوزه سلامت به خصوص واکسن، کمک به روح همکاری و سیاست الهی انسانی در روابط بین‌الملل است. کرونا بانگ بیدارباشی برای کل جهان است که امنیت تک تک انسانها به هم وابسته است. بحران‌های جامعه بشری از جمله خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی، فروپاشی نظام خانواده، جنگ‌های منطقه‌ای، تروریسم سازمان یافته و بحران‌های زیست محیطی همگی ناشی از بی‌توجهی به اصول عقلانیت، عدالت، آزادی و اخلاق است. خانم‌ها و آقایان، اندیشه راهبردی جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مفهوم اسلام ناب دارد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر، اسلام نابی که ثمره آن مقاومت همسو با منافع ملی کشورهاست. سخن گفتن از حقوق ملت‌ها بدون سخن گفتن از تکلیف دولت‌ها حقوق انسان‌ها را برآورده نمی‌کند. استقلال یک ملت آزادی آن ملت است. انقلاب اسلامی حامی این آزادی و مانع افراط‌گرایی است و این ماهیت قدرت جمهوری اسلامی ایران است که به نفع همه مردم است. انقلاب اسلامی ایران الهام بخش است و قدرت برآمده از آن نیز امنیت ساز است. الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شکل دهی به مکانیزم های درون منطقه‌ای با محوریت دیپلماسی و بدون مداخله خارجی بوده است. سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه‌ای اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افراط‌گرایی نخواهد بود. تلاش جدید برای بلوک‌بندی‌های جنگ سردی یا منزوی کردن کشورهای مستقل کمکی به امنیت انسان‌ها نمی‌کند. رفتار گزینشی راه حل معضل تروریسم نیست. تروریسم ریشه در بحران‌های مختلف از جمله بحران هویتی و اقتصادی دارد. تهی بودن زندگی مدرن از معنا و معنویت و همچنین گسترش فقر و تبعیض و ظلم تروریست پرورند. رشد فزاینده تروریسم بومی در غرب شاهدی بر این واقعیت تلخ است. تلختر از آن، استفاده از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی است.
با استانداردهای دوگانه نمیتوان با تروریسم مقابله کرد. یک جا تروریسم را ساخت مثل ساختن داعش و جای دیگر با آن ادعای مبارزه کرد. راه حل درگیری ها و نزاع ها در منطقه ما بعد از توجه به خداوند متعال فقط یک چیز است: حاکم نمودن اراده ملت ها بر سرنوشت خیش از طریق مراجعه با آرای عمومی آنها. اما تحقق این مهم دو مقدمه اساسی دارد: قطع تجاوزگری بیگانگان و توقف اشغال و همکاری صادقانه دولت ها برای مقابله با تروریسم. حضور نظامی امریکا در سوریه و عراق مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم است. آزادی در کوله پشتی های سربازان بیگانه جای نمی گیرد. اگر در افغانستان حکومتی فراگیر با مشارکت مؤثر تمام اقوام اداره کشور را در دست نگیرد، امنیت به افغانستان باز نخواهد گشت. قیم مآبی نیز همانند اشغالگری محکوم به شکست است. بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند. راه حل توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رژیم اشغالگر قدس سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری است. امروز محاصره همه جانبه غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده است. طرح معامله غرب نیز مانند سایر طرح‌های تحمیلی قبلی شکست خورده است. راه حل یک چیز است: مراجعه به آراء همه فلسطینی ها، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، در قالب برگزاری یک همه پرسی فراگیر. این طرح را رهبر معظم انقلاب اسلامی سالها قبل اعلام کردند و امروز طرح جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اسناد رسمی سازمان ملل ثبت شده است. آقای رئیس، امروز همه جهان از جمله خود امریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین‌الملل هستیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می کرد ما مستعسل می شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم.
و دست آنها را به گرمی می فشارم. دوران جدیدی آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران آماده است که برای ایجاد جهانی بهتر نقش آفرینی کند. جهانی مملو از عقلانیت، عدالت، آزادی، اخلاق و معنویت. از توجه همگان صمیمانه سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.